در آستانه 2 سالگی سلطه طالبان در افغانستان، گزارشگران بدون مرز در گزارشی نوشته که در این مدت 12,000 خبرنگار، یعنی 2/3 روزنامه نگاران افغانستان از این شغل دست کشیدند. این سازمان گفته بیش از 80% خبرنگاران زن هم این حرفه را ترک کردند. این سازمان در گزارش خود نوشت که در از میان 547 رسانه که در سال 2021 در افغانستان فعال بودند، نیمه از آنها با تسلط یافتن طالبان تعطیل شدند. گزارشگران بدون مرز در این گزارش به محدودیت‌های طالبان علیه رسانه‌ها اشاره کرده و گفته است که سردبیران و روزنامه‌نگاران در افغانستان تحت سلطه طالبان اگر می‌خواهند زنده بمانند، باید از دستورات طالبان در خصوص رسانه‌ها پیروی کنند. این سازمان گفته که دستورات و قوانین طالبان در قبال رسانه‌ها راه را برای استبداد و آزار و اذیت خبرنگاران و محدودسازی فعالیت روزنامه‌نگاران هموار می‌کند. مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی به گزارشگران بدون مرز گفته است که اگر وضعیت به همین صورت پیش برود، بسیاری از رسانه‌ها به زودی مجبور خواهند شد که دروازه‌های خود را ببندند. طالبان در 2 سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها وضع کردند. به گزارش نهادهای ناظر، این گروه شماری از خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کردند. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم با ما همراه هستند. آقای اسماعیلی، سلام عرض ادب. سلام، روز شما بخیر و عرض تسلیت دارم به خاطر فرارسن شهادت امام سجاد. بزرگوارید. جناب آقای اسماعیلی، گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت خبرنگاران افغانستان تا چه حد واقعیه؟ بفرمایید. این گزارش ها کاملا دقیق است و متاسفانه از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، تعداد زیادی از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند و هم اکنون در کشورهای مجاور مانند پاکستان و ایران به سر میبرند و تعداد زیادی از خبرنگاران که قبلا با خبرگزاری های بین المللی کار میکردند و یا گزارش هایی را داشتند در زمان جمهوریت، در زمان 20 سال گذشته، و گزارش هایی را اینا نشر کردند که گزارش های واقعی و از باستاب جنایت طالبان بودن، فعلا تحت تعقیب طالبان قرار دارن و در حالت بسیار بدی در پاکستان قرار دارن که آنها را نهادهای حامی حقوق خبرنگاران وعده داده بودن که ما شما را از افغانستان نجات میدیم و به کشورهای امن میبریم. یک عدد از اینها منتقل شدن به کشورهای امن و یک عدد از اینها در پاکستان باقی ماندن و در حالت بسیار اسفبار و وضعیت خوبی قرار ندارن. متاسفانه گزارش های بعدی هم که شما اشاره کردین مبین و تایید کننده وضعیت اسفبار خبرنگاران در داخل افغانستان است. در هفته گذشته متاسفانه 5 خبرنگار دوباره بازداشت شد که من مطابق گزارش هایی که از رادیو آزادی آن نشر کردن با آن اشاره می کنم که حبیب الله سراب خبرنگار محلی تلویزیون آریانا در پکتیا بودند، فقیر محمد فقیر زی مسئول دفتر رادیو کلید و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه در ولایت ننگرهار و حسیب حساس خبرنگار محلی رادیو سلام وطندار در کندوز و همچنان وحید الله عبدالی خبرنگار آژانس دولتی باختر در ولایت غزنی نیز توسط طالبان بازداشت شدند و این وضعیت همچنان ادامه دارند و ادامه خواهد یافت. ادامه سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه ها از سوی طالبان چه پیامدهایی را در پی داره؟ خب ببینید، طالبان یک حکومت دیکتاتوری در افغانستان ایجاد کردن و این در نظام دیکتاتوری صدا و نظر فقط همون نظر و دیدگاه دیکتاتور درست است و دیدگاه و صداهایی که مخالفین بلند میکنن و مطابق نظریات و مطابق اعتقادات دیکتاتور نمیباشن محکوم به شکست است و این مسئله ادامه داره و متاسفانه طالبان مانعی از این میشن که تا خبرنگاران آزاد بتوانن روشنگری بکنن از جنایتی که طالبان هر روز در افغانستان مرتکب میشن و نقض حقوق بشر
و صدها و هزاران جنایی ترکنه در گوشه گوشه افغانستان مرتکب میشن جلوگیری بکنن تا دنیا و مردم افغانستان از کارهای زشت و غیر قانونی اینها خبر نشوند و مانع میشن که تا افکار عمومی بیدار نشوند بر علیه اینها. به خاطر همین است که اینها کوشش میکنن که خبرنگاران را مطابق ایده و مطابق ایدئولوژی و مطابق نظرشان تربیه بکنن و مجبور بسازن تا خبرنگاران و فعالان خبری و کسایی که گزارش تهیه میکنن، کسایی که میخواهند صدای مردم باشن و کسایی که میخواهند صدای مردم برام بکنن و وضعیت اسفبار افغانستان را باستاب بدهن جلو اینها را بگیرن، که در این صورت متاسفانه ما با یک جامعه بسته و یک جامعه کاملا مستبد روبرو خواهیم شد و در سایه این صداهای خفته و صدای خوابیده طالبان جرأت پیدا میکنن که پیش از پیش به جنایتشان دست پیدا بکنن و بیشتر از این دست به جنایت بزنن و مرتکب جنایت بیشتر شوند. و تلاش طالبان هم همین است که تا بالاخره با این زجر و شکنجه و بازداشت های خودسرانه که خبرنگاران علیه خبرنگاران انجام میدهند کوشش میکنند تا بالاخره یک محیط را به وجود بیارن که دیگه هیچ کس صدای منتقد و صدای مخالف بر علیه طالبان نباشند، تا اینها بتوانند آزادانه به همان ایده و افکاری که دارن برسند. تشکر میکنم از شما آقای عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، با ما همراه بودن.